از خونی سیاوشم هم خونی سیاوشم از جام سفیدانم هر جام نمی پوشم از جام سفیدانم هر جام نمی پوشم هم ساری از ساریم هم آتشی زردوشم هم ساری از ساریم هم آتشی زردوشم ما آتش زردشتی ما کشتن همه کشتیم. دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. از رخ یار یادگاری داریم، یادگاری داریم، هر دم ز فراق یار ناری داریم. یار تو را، یادگار ما را، ای شیخ. ما دوزخیان نیز بهشتی داریم. درود دارم به همه مهربانیاران گرامی در سراسر جهان، هر کجا که هستید، در پرتو یزدان پاک اهورامزدا، خداوند دانایی، توانایی و قدرت شاد باشید. هر رنج و درد و عذابی که میاد شاد باشید. یادم میاد بچه که بودیم سر کلاس درس، یه معلم بود وقتی وارد کلاس میشد یکی رو سری مینداخت بیرون تا بقیه حساب کار خود شروع بکنن. طرف هم گریه زاری میکرد، میگه آقا ما رو ننداز بیرون، چون بیرون بیرون باز آقای مدیر هم ما رو دعوا میکنه، باز مادر ما رو میخوان بیاد خوب اینجا. ولی تو میگفت بیار آبرو ما میره آقا خدا. ما که همه چیزمون خاطر جمع بودیم، میدونستیم که بابامون مامانمون میدونیه. ما یه روزشون که وارد شد داشتیم اسبابمون رو جمع میکردیم، کیفیمون رو دفتر مفتمون رو سرمون پایین بود، برپا برجا میدادن و مقجب دیکتاتوری بود تو مدرسه، برپا برجا کدام رو پاشدیم سرمون بزنیم و نشستیم. یه دید ما رو انتخاب که گفت فلانی بیرون. گفتم آقا ما کاری را که آقا بیرون. اسمش آقای زحمتکش بود. درود بر تو آقای زحمتکش. نمیدونم کجایی نه خالص. گفت بیشون ایلگم هم ما اومدم و اینجوری کردم و از کلاس رفتم بیرون. این نگاه کرد ما رو، عصبانی بود، عصبانی تر شد، رفتیم ما بیرون و خلاصه بعد مدیر همون گفت آقای هیچ کار نکرده بودیم. دو سه سالی گذشته بود، ما توی شهر بودیم و خلاصه در یه مغازه‌ای عطرفروشی بودیم، در یه طلافروشی آقای عرفانی تو بازار و یه آقای عرفانی که این در دکون اون وایسته بود میشناختم. مثلا با حال اول کام دیدم این اونجا بود. آقای زحمتکش گفت تو اینجا؟ گفت یه بار ما تو رو می‌گردیم، تو رقصیدی رفتی از کلاس بیرون، جریان چی بود؟ گفتم آقا من یاد گرفته بودم که در برابر هر درد و نارنجی ناراحتی بایستی شاد بود. ما باشه. گفت میدونی از روز کاری که تو با من کردی دیگه من هیچ کس رو از کلاس بیرون نمی‌کردم. بعد خودش گفت من از کلاس بیرون میگردم که ذره چش بگیرم بقیه بترسن، چون همه شما رو مشخره میکردن. چون من اینجای حرف جلم تعلیم های دینی هم درش میدم، همه من مشخره میکردن. خلوصی ما گفتم به هر حال، گفت آره نه کار تو سبب خیر شد برای من، من دیگه هیچ کسی رو نکردم. یادم هایی که ما رو میگردیم. حالا یادتون نره عزیزان من، خیام خوندیم، همه خیلی چیزا، زرتشت رو میدونیم. زرتشت میگه وقتی که یک ضربه به سوی شما میاد، اگه ضربه رو تویستی پس بفرست، ولی اگه ضربه خورد و نتونستی پسش بفرستی ناراحت نمکنی، سعی کنه جات برنش رو پا بایست. اینو دارم به این خاطر بهتون میگم که کرونا میگن اومده، نیارم گرفته، از این بدتراش هم اومده. آخوند
چند ساله، اسلام سیاسی چند ساله، فاطمه علی محمد اینا تازیانی که خودشون دعوای خانوادگی داشتن، من نمیگم، خود مورخینشون میگن اومدن و دخل ما رو آوردن، پدر مادر ما رو کشتن، نیاکان ما رو تجاوز کردن، میشون همه حال افتخار میکنیم. سید و سادات هنوزم ابله اندر ابله فراوون به سر و کوله هم میزنن. یا مثلا یه نمونه دیگه هم بهتون بدم، اکبر گلپایگانیست. اکبر گلپایگانی این استاد بزرگ، این جهانگشای موسیقی ایران، این کسی که صدای هنجر طلاییشو هیچکی نتونسته تا حالا کپی کنه. مثل خیلی از شاگرد زیاد داره مثلش میخوان بخونن، ولی مثل گلپا تا حالا هیچکی نتونسته بکنه. همونهایی که ادعای شاگردشون گانی به من گفتن میگن هیچکی نمیتونسته گلپا بخونه، اما بقیه دیدین شدن فوتوکپی. یارو مثل که بریم فوتوکپی چاپ میکنی، اینو میزنه دخترش، پسرش، عمش، همسایه در خونه‌ش میاد. علی گلپا در تاریخ موسیقی ایران بی همتاست و از همه مهمتر این میخوام بشا بگم، یه اوستاگرای درست حسابیه. اینم واسه یه بار دیگه بگم که پرده اذیتش نکنن، اون سالا که پشتش فروه رو گذاشته بودن و کنسرتاشون تو دنیا میرفت و اینا، میره تهران، داره میگه آقا تو هم حالا اوستا و فلان زرتشت و یه منظوره چی؟ میگه با اوستا رفیقی پشت سرت هم فروه نمیذاره اینا. میگه تو چند سالته؟ یارو میگه مثلا 30 خورده سال. میگه مرد حسابی، اوستا به دنیا نیامده بود، من خوندم که در خرابات مغان نور خدا میبینم. به چه نوری ز کجا میبینم؟ از مهر. من قبلی که اوستا به دنیا بیاد خوندم. کجایی کاری از پیر مغان، از اوستا، از زرتشت؟ کجایی؟ توی مهر و منم اختر، چو می آیی می میرم. گلپا گل جهان آریایی است و سعیار رو که صد بار بهتون گفتم تختی فردین گلپا، این ستا از کشتی میان یک قهرمان جهان میشه، یکی هنرمند میشه و یکی میشه اکبر گلپایگانی که تو دل همه آوازش هست. حالا اکبر گلپایگانی هفته پیش اومد پاریس، عشقش ایرانه، میره ایران با رنج و درد که نمیخوام اینجا بگم، نمیخوام امروز اینو بگم که باز محبوبیت مردمی کور میکنه چشم تازیان حاکم برمیهن که باید مثلا چند سال زودتر بیاد فرودگاه. حالا حرف جالبی رو گلپار، حالا چون صحبت تختی میشد، به من زد پریشب، گفت تختی، ازش پرسیدم که خب تو خوشحالی که الان قهرمانی جهان پهلوان هستی؟ گفت نه. چرا؟ گفت چون من وقتی میرم رو صحنه، تو میدون، رو دوشک کشتی، به فکر اینم که یارو رو بزنم زمین. گفت اما دلم من میخواد آدم ها رو ببرم بالا، اگه دفعه دیگه من به دنیا اومدم میخوام ساختمان ساز بشم. چرا ساختمان ساز؟ گفت با ساختمان سازی مردم میبرم بالا، به بی خانمان ها خانه میدم، به اونهایی که سقفی برای زندگی ندارن سقف زندگی میدم. اینه تختی، اینه فردین، هنوز تو دل هست و این اکبر گلپایگانی مثل شیر بایستاده، 41 ساله برای رژیم پلید نخونده، علیه شیر، ورزشکار، خندان، اینه که باید یاد بگیرید ترسان از هر چیزی نباشید، که تا کرونا همه دیگه میتونه و همه احتیاط هایی که پزشکای عزیزمون میگن شما انجام بدید، ولی نترسید، چون این کرونا میگه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این کرونا سال 1981 میخواستن بندازنش به جونه
چین و جوجه ها و اینا. ولی درست بعد انقلاب ایران، درست بعد انقلاب سیاه ایران، درست پس از اینکه پروژه کتاب پل اردمن سقوط 57 عملی شد، کتابی که 5 سال پیش نوشته شده بود، یک کتاب رمان دیگه هم سال 1981 نوشته شد، همین کرونا است. ببینید من چند روز پیش گفتگویی داشتم با مدیر شامر و سنای فرانسه آقای ژان فیلیپ بیرون، ایشون این سند منتشر کرد که این ویروس سال 81 قصهش نوشته شده. 1981 این پروژه کرونا مطرح شد در سطح جهانی، از ووهان هم میاد ولی ووهان به جای چین تو ژاپن میگه، حالا چون قصه است. و حالا این پروژه نوشته شده بود، اما اونجا اگر یادتون باشه در پس از انقلاب سیاه یه چیز بود که نقشه جهان رو عوض کرد. بعدم یادتون نره همه چیز تو جهان برنامه ریزی شده است، همان چنان که اهورامزدا هستی رو با نظم و ترتیب آفریده، 12 ماه سال دارید، 4 فصل سال دارید، میاد و میره، بهار، گنچه ها فقط از اول مارچ، از اول اردیبهشت شروع میکنن به در آوردن. چند روز قبلش تو تابستون در نمیان، نظم برنامه ریزی شده است. انسان هم وقتی در این کره زمین داره زندگی میکنه، پولیتیک و دیپلماسیش برنامه ریزی شده است. علکی که نیست بیان یک مملکتی بدن دست کسی که دیوانه در بیاد بره بزنه هیروشیما، اونجا شهرها رو منفجر کنه، دیوانه در بیاد بیا چندین میلیون آدم رو ببره تو کوره آدم سوزی بسوزونه. بایستی یه نظم و ترتیبی حاکم باشه توی جهان که دیوانه ها قدرت نگیرن. حالا بعضی وقتا هم میگیرن، همین الان در هنگامی که من دارم با شما صحبت میکنم با همه اینها دیوانه های در قدرت هستن، در این شکل نکنید. اما پروژه جهان برای اینکه وارد یک مرحله جدید بشه بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، انقلاب ایران بود که خیلی نقش مهم می داشت. با انقلاب ایران اینها میخواستن تمام کشورهای اسلامی رو به هم بریزن، ولی خوشبختانه اونجا انور السادات بود توی مصر، سرکوب کرد اینا رو، ولی بعد چند وقت کشتنش دفعی رو، خالد استانبولی اومد کشتش. اون یارو پادشاه مراکش بود، حسن، سرکوب کرد. حافظ اسد بود، حافظ اسد سرکوب کرد، با توپ و تانک رفت حماس و طرطوس و لاذعیه و اینا همه رو سرکوب کرد. مسلمانایی که از عراق پول گرفته بودن از صدام حسین اومده بودن مملکت، چه بمب همه جور با ماشینای پر بمب میومد میرفت تو ساختمونا منفجر میکرد، میرفت اینا رو پیدا کرد همه رو ترتیب شد داد. اونجا اینها نتونسته این پروژه رو عملی، جدا از اینکه این رهبرای کشورهای اسلامی در برابر مسلمان و وایسادن ملک حسین توی اردن، اینا یه نکته دیگه بسیار مهمی هم بود که بازی اینا رو اون موقع 40 سال عقب انداخت. او چی بود؟ او ارتش شاهنشاهی ایران بود. اینها پیش از اینکه انقلاب سیاه رو به پیروزی برسونن خیلی تلاش کردن، استعمار رو میگم وقت میگم اینا، که ارتش ما رو نابود کنن، نتونستن. هی زور زدن یه کاری بکنن، حاضر اومد گفت آقا بکشید، میگو بکشید، چاک گفت خون از دماغ کسی ریخته نشد، من نمیخوام بر روی خون مردمم زندگی کنم و یا فرزندم روی خون مردم به قدرت بنشینه. اینو عمرای ارتش که شاه بهشون گفته بود، به خود من گفتم، تو تاریخ هم ثبته، تو خاطرات چونم گفتم، یزدان گواهی که 1, 2, 3, 4 امیر ارشد محمد رضا شاه اینو به خود من گفتم. آخریشون گفت آقا من رفتم تو هواپیما، گفتم قربان دستور چیه، چی کار کنیم، یعنی بزنیم در بیتو، گفت ساکت باش، کارهایی هست، من با خون نمیخوام نام من بمونه و مردمم کشته بشن، بی عقلی کسی نکنه. خب این فرمانی رو که اونجا شاه میده که نکشه ارتش، چون اون خواست ارتش تشنجزی کنه مردم بکشه، بعد مردم بریزن همینجور که الان این فیلم ها رو ببینین تو هند و اینجور اونیا چجور مسلمان رو میکشن، آدم وقتی وحشی میشه همینجور میکشتن لشکر ایران رو. من بارها گفتم آقا یارو پاسبان سر چهارراه بود، چراغ قرمز اینجوری اینجوری میگرد، تیکه براش کردن هر روزاده ها، وقتی که نفهمی هست، حالا تو در زمین میگی مثلا به رگبار یه دیر میکشتن. خیلی هاش که میگه اینا نمیدونن، شاه بهتر میدونست. خب
این که ارتش موند، گفتن چه کارش کنیم ارتش؟ برنامه عملی نشد، ازام صدر شده اونی که نوشته بودن صدر صدر شد. جنگ ایران عراق رو انداختن، صدام حسین با خمینی ابله جنگ ایران عراق. گفتن توی جنگ ایران عراق تمام کشورهای تازی، تمام غرب رفتن پشت سر صدام حسین. هیچ که حامی ایران نبود. هیچ. ولی ایران پیروز شد. یک حامی درست حسابی داشت. تعجب میکنید باز اینی که میخوام بگم، اگر نشنیدید از سیامش اوستا تعجب میکنید. فقط یک حامی داشت ایران، حامی جدی، لیبی، سوریه، یمن. این سه تا کشور زبونی با ایران بودن ولی همش با صدام و ایاسر عرفات لاس میزدن، یعنی سرباز ندادن به صدام حسین وگرنه تو زبون بود. من خودم توی لبنان بودم همون هنگامه جنگ 1980 با نایف و هواتمه جورج حبش، همین رهبران فلسطینی خون چپاش نشسته بودیم اینا. اون موقع گفتم آقا شما که چپید، مارکسیستید، چرا خمینی دارید پشتیبانی میکنید؟ ما نشسته بودیم سرمی صد باری رو گفتم، میدونم الان خیلی تو دشت دیدیم، برامی دوباره میگم، ده باری میگم، صد بار، ده بار، پونزه بار گفتم، دوباره میگم. نشسته بودیم سر میزی بودی و شام و غذایی و شرام برام نبود، همش آبجو بود، یک پنجه تا آبجو پنج نفر خورده بود، ما هم خورده بودیم، آبجو خوبه. بعد گفتم که چرا شما هم آخه از خمینی، شما که چپید که، مارکسیستید که، ماویستید که، چیه کردید؟ یکی از این رهبرهای خیلی بزرگ یه آبجوشو برد بالا گفت من اجل هذا، ولی برای این، گفت ما اشتبمون میخواییم برسه، پر پر. برای همه هیچ کشور عربی، حتی اونا هم علکی بود، با حرف بود، ولی یک کشور بود که وقتی که همه جهان پشتیبانی میکرد از صدام حسین، از اروپا گرفته تا آمریکا، حتی تا جماهیر شوروی، یک کشور بود که به ایران اسلحه داد، هرچی کم داشت داد بهش، هرچی لوازم یدکی فلان اینا میخواست و داد، اونم اسرائیل بود. برای همینی که میبینید سیاوش همیشه همیشه قدردانی میکنه از اسرائیل. حالا شما حسودا و یک گده خان فلسطینی و یک گده مارکسیست و یک گده فلان و یک گده حسود که اینا ضد اسرائیل و یهود باشید، بمیرید تا هستید. ایرانی یادت نره تا وقتی زنده ای، همونطور که قدر شهدای جنگ 8 ساله رو بایستی بدونید، اگر اسرائیل هم نبود ایران نابود شده بود. همون تو پروژه بود خوزستان رو بگیرن، بلوچستان رو بردن، تو هم بحبوی جنگ بود به ایران، باز خود ایرانی حمله میکردن. این حرفایی که شما میشنوید، تجزیه طلبیه که الان راه افتاده که تازی هم تقویتش میکنن، باز این تجزیه طلبه هم موقع بودن بدتر از این هفتیر و تفنگ و الان که خب تفنگ کم میکشن، موقع اوایل انقلاب تفنگ کشیده بودن خوزستان و محمره محمره هنا محمره مش احواز هون محمره حبیبی شو بدک ها مره اینجا محمره است احواز نیست، عبدان، عبدان یعنی دو تا برده، آبادان نیست آباد، نه عبدانه. این کارا رو داشتن میکردن همون روز اول انقلاب. ولی یک سردار آریایی دمش گرم مرده، وقتی زنده بود اینقدر من تعجب نکردم که نمیخوام ازش بکنم. تو ساختمون خواهر ما هم میشست تور دومیل همین لدفانس، 10 بارم به من پیغام داد که بیا ببینم کمک کمک پولی چیزی میخوای بدم، یک بارم نرفتم پیشش، یک بارم چایش نخوردم. ولی الان میگم تیمسار مدنی، تیمسار احمد مدنی، با گفتن با تانک رفته دمش گرم، تجزیه طلب کسی میخواد خاک ایران رو بگیره، خاک ایران رو بگیره، رستم میره سهرابشو میکشه. کجای کارید شما؟ قهرمانان از ما گرفتن. امروز خون همین قضیه باشم صحبت کنم، همش سیاه نمایی، همش نابود نمایی، همش ترور شخصیت ها. ما قهرمان لازم داریم، قهرمان باید داشته باشیم، مردم ما بایستی قهرمان داشته باشن، مردم جهان قهرمان دارن. تو آمریکاش ترامپ میاد قهرمانه، اوباما میاد قهرمانه، بیل کلینتون میاد قهرمانه، تا رئیس جمهوره پیش میبره، همه هم بایش مخالف اگر هستن مطیعش هستن در رابطه با اهداف کلیش.
ولی ما رو توی 40 سال تازی ها پول دادن، استعمار هم تقویت کرده، همه چیز ما رو گرفتن و میگیرن که بعد ما بریم مکه افتخار کنیم حاجی شدیم. خاک بر سرت بیشورای هم تجاوز بهتون کنم، بچه هاتون رو میگیرن بهشون تجاوز میکنن، دختراتون رو میدوزن بهشون تجاوز میکنن. تمام این 40 سال کردم. رضا شاه که نزش، که زمان رضا شاه یک یارو ایرانی بنده خدا اسهال داشته بود اونجا کار چعبه داره من چرخه یه زرد میشه، اینا گرفته بودن این رضیت کرده بودن، رضا شاه فرمان داد فوری پوزش خواهی میدن وگرنه با خاک یک سال میکنن. رضا شاه کجایی؟ حالا به تجاوز بهتون میکنن. بازم بگم، بذار بگم، اون موقعی که تجاوز کردن فقط یک نفر گفت، یک نفر وقتی تجاوز کردن به دو تا بچه توی جده و اینا اولین بار اعتراف کردن. بعد یه رو افتاد آقا ما همیشه میکردیم اتفاق نمیفته، اینا چه رفتن چه کار کردن، همیشه کار میکردن جوری میترسه میاد به ننش به باباش خجالت میکشه بهت بگه. یکی از دوتا هم که بودن یکیشون اومد بود دمت گرم پسر، یک نفر هم اونجا گفت، نوشت با خط خودش. و اونهایی که سیاه نمایی میکنن میگن یارو کودک کش بود، این حرامزاده های تازی تازی پرست، بشنوید. یک نفر گفت ما همونطور که الان داریم میریم عراق و سوریه با کارت شناسایی، همونجور میام عربستان، یعنی میام میگیرم ات. باید ترتیب شده دادم. یک نفرم که پیدا میشه آقا تجاوز کردن رو میکنن الان به هر جور، من خبر دارم میشناسم اونا. جز اینو به شما بگم که جز به پایین تنه به چیز دیگه نمیاندیشن، هیچی نمیاندیشن. به خاطر میگه رو انگلیسه سفیرشون اونجا گفته بود که ده بار پخش کردم نیکسون رو که بندن برم، میگه ما با اینا میتونیم بهتر بونیم تو منطقه با عربستان سعودی، با اینا نمیتونیم، اینا خودخواهن چمینه. گفتم برم. انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس می دونستن و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتن. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی میکنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرزند یک نظامی بی سواد میدونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره. این ارزیابی انگلیسی ها از شخصیت شاه، دولت آمریکا رو تا پیش از نیکسون با سیاست توازن قدرت بریتانیا در منطقه همراه کرده بود. اما ریچارد نیکسون که برخلاف انگلیسی ها اعتقاد داشت عربستان سعودی قادر به ایفای نقش رهبری در منطقه نیست، با برداشتن همه محدودیت‌ها برای فروش سلاح به ایران، این امکان رو به شاه داد تا نقش رهبری منطقه خلیج فارس رو به دست بیاره. در سایه دکترین نیکسون، ایران از یکی از کشورهای تحت حمایت آمریکا به یکی از متحدین این کشور تبدیل شد. حالا یادتون نره بچه‌ها، جدی دارم توی ایران اگر شما اپوزیسیون دارید نوکر اعرابه، اگر حاکم دارید نوکر اعرابه، چون اعراب کویت، بحرین، اون خورده خورده های امارات و عربستان سعودی، تازی هم اینا، این چارتا رهبرانشون آدم ها، نه اینا پول میریزن آدم میخرن، پول خرج میکنن، پول. این حسن نصرالله رو میشناسیم؟ ها رئیس حزب‌الله چقدر تارت و پولت میکنه به عربستان سعودی. هادی سرش رو چند سال پیش کشتن، هادی سرش رو کشتن، فوری اومد چند میلیون دلار به حسن نصرالله پول داد فوری که دنیا رو ببند. توی لبنان زدن یکی از مخالفایی که ما خیلی با حزب‌الله نزدیک بود، زدن کشتن 3-4 سال پیش.
فوری برای که بخوابونم قضیه رو چند میلیارد پول دادم به لبنان، به خود اون باند گروهش و به چند میلیارد. برو که چی میخواد پول میدن، الان پول همه جایی. حالا یادتون نره بارها گفتم شوخی نمی کنم، آخوندها رو وقتی که روحانیت رو کتابی من دارم دینداری و خردگرایی و یکی دیگه قرآن سوریه به سبت که پارسی، اینا همش در من با خدا رقصیدم آمده. من با خدا رقصیدم و رایگان، شما که پول بده نیست که قرآنم به ما یا کتاب هم رو قبلا میخوایدین، حالا کتاب هم نمیخوایدین شما. حالا برحال برید مجانی دانلود کنید بخونید به دیگران هم بدین، حالا که کتاب خونم نیستید شما، همه تون شدین افلاطون، همه از نظر سیاسی سیاه هاسته. چی بودی چه حرفی بود تو زدی؟ بعد میگم تو چند سالته پسرم؟ 24 سال خواب مگه چی شده؟ میگم چند تا کتاب خوندی پسرم؟ ها کتاب نمیخواد، ما قرآن رو خواندیم دیگه به درد نمیخوره دیگه، هیچ دیگه نمیخونی. خب مرد حسابی اگر خوندی برو چیز دیگه بکن، به جون شما حکایتی داری. قرآن سوریده به سبک فارسی، دینداری و خردگرایی. خدا رو در خواب دیدم زار زار گریه میکرد، اینا همه توی کتاب من با خدا رقصیدم آمده. برید بخونید عزیزان من. روحانیت رو در همزمان با انقلاب مشروطیت و واژه آیت الله رو انگلستان ساخت، اصلا در تاریخ اسلام سابقه نداره. و بعد یه فاحشه خونه بود، رقاص خونه ها هست تو فاحشه خونه ها، دیدید که همه جا هست. اون موقع توی هند بود، تو هند میدونید مسلمان زیاده، الان در مسلمان کشی میکنن در منطقه کشمیر. یک بیگم خانمی اینجا رو میگردوند، رفتن اون میلیونر هم بود، امپراتوری داشت، رفتن در گوشش انگلیسی گفتن بابا تو آفرده میفتی میمیری آخرت چه بخری؟ گفت چجوری میخرم؟ گفت حوزه علمیه درست کن، آخوند پرورش بده، ترویج اسلام رو بکن، از یه پولات یه درصدی رو بده به اون. باشه باشه قبول. پولایی رو گرفتن، حوزه علمیه تو ایران ساختن، توی قم و مشهد، توی عراق ساختن و یه آخونده رو در آوردن. پس یه آخونده ساخته و پرداخته انگلیس هم خول نشید. آقا تبرک دسته توفم میکنه تو آب، میده یارو بخوره که خوب بشه، خاک بر این آدم اصلا نباشه بهتر، تعارف ندارم. این انسان ها پشه هایی هستن، مگس هایی هستن، زنبور هایی هستن که نباشن بهتر. آقا حج داره شما رو میکشه، همون حج حاج آقا همه شون تو ایران حاجی هست. تو ایران به یکی میخوان بگن یارو لوات میده، البته اینجا بیارو بگن لوات میدی همون اونی بهش بگی بگی افتخار اینجا، چون رئیس جمهور و نخست وزیر و شهرداری کارن. حالا ولی تو که ایرانی میدونن بیکاری نیستی، خیلی اومده اینجا پناهندگی بگیر راحتن بیکاری شده، ولی میدونم تو ایرانی نیستی. بهت میگن حاجی، حاجی یعنی لوات دهنده، چون اینها اینقدر تجاوز کردن و نگفتن که حد نداره. این رئیسی اومده بود یک حرف زد نیست که حرفش پس گرفت دیگه، نذاشت توی صفحاتش. اومد که اونایی که تجاوز بهشون شده توی عربستان سعودی تا این سالها بیان شکایت کنن، ما غرامت میخوایم بگیریم از عربستان سعودی، چون برای دو تا بچه کلی غرامت گرفتن. خب احمقا شما الان برید بگین تو فرما رو پر کنین غرامت بگیرید لااقل. حالا بالا سرتون آوردن، ساکتم که بودین، دخترای زیادی. خب حالا حج، همین پول حج تو رو داره میکشه، تو هنوز حاجی؟ خاک بر سرت. حج در سال میدونید که حدود 10 میلیون نفر میرن حج، جمعیت عربستان 2% جمعیت جهانه. در سال عربستان 23 میلیارد دلار از حاجی، از این خلا که میرن اونجا در میاره، 136 میلیارد از نفت در میاره. توی ایران ما تقریبا، حالا امسال که دیگه الحمدلله نمیرن، سالی 500-600 هزار نفر هم میرن بیه حج. شما در نظر بگیرن هر کدوم 2-3 هزار دلار اون هزینه های اولیه شه، 2-3 هزار دلار من اونجا خرج میکنم، 5-6 هزار دلار میره. آقا ایرانی ابله، تو در سال 2-3 میلیارد دلار پول میدی بیرون. بعد میاد تو، نه از پول حجی که از پول حجی که اینها میگیرن از شما تو ایران، 30% مال سرویس های داخل ایرانه، 70% میره تو جیب عربستان سعودی، چون حتی
طبق قراردادهایی که اینا دارن پروازها رو هم خود عربستان سعودی میذاره وزیر. خب این درآمد بالای حج رو که عربستان سعودی داره، نفت رو که داره برای رتق و فتق امورش و جمعیت کمش که همه مثل چی زندگی میکنن، غیر از اون یک سرانشین ها و شیعیانش که بدبختن بماند ولی خداشون که خیلی زیبا و خوب و شیک دارن زندگی میکنن با اون پول نفت. این 20 میلیارد دلار دیگه که در سال در میان از نفت، اکثرشو خرج همون کشورا میکنن که دیارو آدمایی نباشن. فهمیدین چی شد؟ یعنی الان همه اونایی که با حج به گونه ارتباط دارن، حاجی میبرن، دفتر دارن، فلان، اینا همه نوکر عربستان سعودی هم. بعدم نه دین دارن خودشون نه ایمون. وقتی میرن عربستان سعودی یا جای دیگه باید گریز جای دیگه میزن تو فاحشه‌خونه، اصلا دین ایمان اکثر اینا ندارن، همه چخان خرتون میکنن. بخشی از این پول 70% که عربستان سعودی از هر چه کشورها به دست میاره ما ایران خودمون میگیم، این تو خود داخل کشور خرج میشه. بیگم خانم که نیست زنی که فاحشه خونه داشت که دیگه خرج حوزه علمیه تشیع رو در جهان بده. انگلیس ها از کجا باید بدن؟ از همین پول حج. شما میدونید که یک آخوند آیت الله موقعی میشه اینا که بتونه شهریه بده. شهریه یعنی هر ماهی به 2,000-3,000 نفر، 1,000 نفر، 500 نفر طلبه حقوق بده. این اولین قدرتی که باید داشته باشه. اگه قدرت نداشته باشه آیت الله مکارم شیرازی نمیشه که. آیت الله همین خود خامنه‌ای مثلا یا حتی آقای هر کسی آیت الله بالعظمه رساله در میاره، اول باید بدونی پول بده. حالا پول از کجا میاد؟ میگن اینا خمس و زکات میگیرن. عزیزان من، بچه تو ایران، من چاکرتون سیاوش عوستان، من مخلصتونم. اینا رو پخش کنید، جهانی کنید. شما از بابا ننت بپرس، بگو ننه جان، بابا جان، تو که اینقدر پول در میاری تو تمام عمرت چقدر خمس و زکات به یک آخوند دیدی؟ کسی پول نمیده به ایمان. البته 4-5 تا خر و احمق و اولاغ هستن که زجر میکشه بعد آخر ما منو مثلا 100 تا تک تومنی میده به آخونده، ولی آخونده که بایی 100 تا تک تومنی نیست. مثل تلویزیون هایی که استعمار ساخته، حالا اینا فون ریزی هم نمی کنن، این تلویزیون های اصلی استعماری میلیارد ها دارم توش پول ریختم، تو سرمایه میریزم. قبلنا فون ریزی میکردم. غیر از تلویزیون ما که تلویزیون پارس توسط برادر مهندس امیر شجره روی پای خودش وایستاده از ابتدای تأسیسش تا کنون با ذکاوت و زیرکی و مدیریت خوب آقای مهندس امیر شجره، بقیه اینا همشون آگاهی که ندارن، برنامه ساز خوب که ندارن، اینا همشون یه دکونن، دکون در میارن. بعد میان آقا فون ریزین میان 50 تا آدم، میان 100 تا آدم، میان 10 دلار 5 دلار میدن، بعد یه پول بزرگه میاد میره تو. حالا همون سیستم توی ایران بچه ها، همین حوزه‌های علمیه ایران، همین آخوندا، همون سیستمه. اینا با پول تازیان زندن سرپان، ولذا همشون نوکر تازیان. به شما تجاوز میکنن، حرفی نمیزنن، میزنن شما رو میکشن. میدونن هر سال توی 41 سال چقدر ایرانی کشته میشه؟ 3-4-5 بارش اعلام کردم، 500-600-400، بقیهش نگفتم. هر سال میدونید 1-2 سال اعلام کردم چقدر زن ایرانی میره اونجا میمونه دیگه بر نمیگرده. برید تحقیق کنید چقدر عزم میخوام ها بی خود کردید رفتید، غلط کردید رفتید. آقا هنر پیشه های خوشگل و بر رودار رو بردن عربستان سعودی که نامدن حج اینا رو برای کاره دیگه شوخی نمی کنم، به جان شما شوخی نمی کنم. من میگی نه برو حج رو ثابت بشه. آخ تو باید همچه خود حج میدونی. زمان محمد رضا شاه که داشتن اینا کتاب سقوط 57 نوشته بودن که اقتدار ایران که 50 قدرت جهان بود و افتخار میکردیم. من به تلویزیون جهانی روسیه گفتم، به تلویزیون خود عربی گفتم، گفتم ما افتخار میکردیم که ژاندارم خلیج فارس بودیم، قدرت داشتیم، قدرتمند بودم. ما تو محله منم خوشحال بودیم که پهلوان محله باشیم، کسی به ناموس و بچه محله ما کسی چپ نگاه نکنه، بچه های نوغون و توپل محله. ما بچگی جوری بودیم،
تو محله ما اون موقع رسم بود دخترها رو چادر از سرشون میکشیدن چه میکردن، تو خیابون میگرفتن چه میکردن. ما افتخار میکردیم که قدرت داریم. بچه های محل ما یزدان گواهی، یزدان گواهی. یه روز دختر اومد از مدرسه 9 سالش بود، دیدیم قشنگ خوشگل بود، هر روز صبح میرفت ما برایش درس میزدیم، لباس قشنگ بپوشید بدون چادر بدون رو سری میرفت ورزش. شمسی بود اسمش. یه روز دیدم شمسی آمد داره میره تو خونه، چون همینجور چشش پر اشک. حالا ما اون موقع 10-11 سالمون بود. گفتیم شمسی چی شده؟ هیچی نگفت. ما تا در خونش رفت، هیچی جواب نداد. رفت تو خونش و مادرش در رو وا کرد، اینا ما رفتیم تو. گفتم که چی شده شمسی نازش؟ پرس چی شده؟ چی شده؟ ولی محله منو فرند. محله بالای شمسی می اومده خوشگل بوده، چون موقع ناگون تو بول محله خب همه چادر روسری داشتن، اکثریت نداشتن. ولی کسی با خوشگلی شمسی 9 ساله نبود، اذیتش کرده بودن یه محله بالاتر. ما افتخار میکنم اینو به شما میگم بچه غیرت، غیرت بابا، با تریاک و هیروین همه چیز ما رو گرفتن. من با افتخار اینو بهتون میگم. اومدم 2-3 تا بچه ها پشت سر من بودن، همه بچه های خردو کوچیکن. بودم به چایی بالایی شمسی ما رو پک کردم به چه محل ما رو برید حمله. آقا رفتیم حمله ای کردیم زدیم. عمو یارو که از 2-3 تا بودن اذیتش کرده بودن دخت انگشت به فلان فدام زدیمشون. از قضا بذار اسما رو بگم الان دیگه شب 40 سال گذشته، 40-50 سال بود. یک کسی بود اکبر توپولیان بود، اکبر فرنجی قرض الحسنه داره الان تو مشهد. این باباش خدا رحمتش کنه، بابای خیلی خوبی داشت، آثار عتیقه قدیمی رو میفروخی، آثار عتیقه قدیمی تو خونه‌اش نبود. این از جمله چیزه بود که تبرزی نامده بود. آقا از جمله بود یه بود دیدیم خون رو زمین، آیا خون ما در رفتیم دیگه. آقا برگشتیم نبودیم چی بود جنم؟ اکبر گفت ما با همین تبر زدم به اونجا یه یارو. آقا این غیرت بود، حالا میاد میگه خشونت بود. دیگه من کسی جرأت داشت به بچه به حال ما چپ نگاه کنه؟ به خود ما من کسی جرأت داشت چپ نگاه کنه؟ حتی ما رو گرفتن بردن پلیس همه اونو. سروانه اومد وایستاد مثل این مسعود سپند بود سروانه، چون سپند هم میدونه سروان بوده تعریف که میکنیم. سروانه اومد همه رو پرسید بعد 5 نفر نگه داشت برای همه رو گفت بره خونهاتون. گفت شما شاکی هم رفتین زدین فلان اینا؟ چرا زدین؟ من صحبت کردم توضیح دادم اینا. بعد در اتاقش فاو بود، گفت در رو به من میدم در بسته. گفت بشین اینا ما شستیم رو زندگی. گفتیم دیگه تخربان رو میرون بچه 11-12 ساله اینا کار من خواهد بکنه. گفت چایی که میخونیم چایی بیار براش. چایی آوردن و روبروی قنادی بود، یه قنادی چارای شتاباد کانترین دم چند بود چارای شتاباد. گفت برو از اونجا تابیست نونخامی بگی بیا پولم بهش نده بگو برای بچه هاست. رفت و اومد گفت قربان من پول دادم ولی نگرفت. گفت میلیون هستم نمیگیره دیگه، تو خودت خراب کردی، بده بچه ها بخورن. آقا ما دیدیم چایی نون خامیه، گفتیم بعدا میخواد یه شلاق ملاقی ما رو بزنه. وقتی خوردیم سروان اومد گفت بچه ها چه کار خوبی کرد، ولی دیگه نکن، دیگه یه کار نکن، کارتون خیلی قشنگ بود، دختر محلتون دفاع کردیم اونم 9 ساله، دیگه این کارو نمی‌کنین. اتفاق افتاد میان به من جناب سروان حبیبی بود مثل این که اسمش حبیبی، گفت بیم به من میگین رئیس کلانتریم پاسبان میارم پدرشون رو در میارم دیگه این کار نکنین ها، ولی اینی که کردیم خیلی عالی است، خیلی خوب کردیم، آفرین به شما و ما همه دست رو گفت بنخونم. ما اینجوری باید باشیم؟ بگیرن برن هر چه بهتون تجاوز کنم. الان تو هر جای این مناطق میرفتیم مسعود دهنمکی رفت فیلم ساخته که فساد فحشا تو دبی و ترکیه دختر ایران به فحشا برن. غیرت کو بچه هایی که رفتن تو جنگ اون مملکت رو حفظ کردن معلول جنگی شدن، الان اکثرشون نون شب ندارن بخونن، خرج تحصیل بچه هاشون رو ندارن. یک مش دزد، یک مش بیوطن، یک مش دشمن ما و
مزدور اعراب. ما با اعراب مشکلی نداریم. من بهترین رفیقام تو این 40 سال تو خارج از کشور تو دنیا اعراب هستن. من با عرب مشکلی ندارم. با تفکر حاکم بر ایران، با تفکر عربی حاکم بر ایران مشکل دارم. با این نفاق و دروغ مشکل دارم. آقا از علی خامنه بگیر تا روحانی تا لاریجانیا، اینا همه نوکر عربستانن. برای لاریجانیا رفتن تو لندن ویلا خریدن. من نمیگم اینو، مشاورای خود رهبرشون اینا داره میگه، من نمیگم، خودشون دارن. یا آقای رائفی پور دروغ میگه، میان خرابش هم میکنن. آقا داره میگه برای اینا رفتن تازیان در لندن ویلا خریدن، میان به رائفی پور فحش میدن. چرا؟ چون الان اپوزیسیونم فقط مدافع روحانی و باندشه و اونایی که تو همه قدرت هستن و علکی و وری وری ها میزنن. آقا مردسالی داره میگه، سه نفر دیگه گفتن، چهار نفر میگن آقا برای این خون. خب خود این هم که در بودن که این هم میلیارد ها دلار دزدی کردن، حساب با کردن به نام خودشون، حساب های قوه قضاییه. آقا بعد میان یاروی که تو ایران اینا رو افشا میکنه، میان لگد مال میکنن، نابودشون میکنن، با پوشو خوابیدن بدتر. آقا حرف داره میزنه، برید یه شکایت کن یا پیگیری کن، این درست میگه نادرست داره میگه، همه تون نوکرید اونجا. بعدم این اینقدر دقیق و حساب شده و امنیتیست که نمیفهمن احمقا، نمیفهمن. زمان محمد رضا شاه، آقای ثابتی، پرویز ثابتی، درود دارم بهش، پرویز جان ثابتی تو کتابش نوشته، از معاونین ساواک نوشته، یه حسین ارشاد ساخته شد مهدیه تو جنوب و چند میلیون دلار خرج ساخت اینا شده بود. ما نفهمیدیم پولش از کجا آمد. ثابتی جان، به قول بزرگانی که گفتن ای کاش سیاوش عوستو تو 50 سال پیش میبودی، ما تاریخ 2500 میگفتیم 7000 سال. مثلا سرعی به من میگفت ای کاش آین عوستو رو من و حمرزا شاه خونده بودیم. گفتم چطور؟ گفت که آخه دیگه شاه که یک دختر داشت. گفتم آره. گفت خب همه رو ولیعت اعلام میکرد، عشقی که من داشتم که الان هنوز تو دلمه دارم میبیرم از یه عشق، و عشقی که محمد رضا شاه به من داشت. حتی بعدش خب شهبانو داشته بودن، اون یه چیز دیگه از خود شهبانو هم به فرعی به سرعی ارادت داره. گفت که آره دیگه، اگر میخوند میفهمید که آقا در آیین اوستا زن میشه شاه بشه در چارچوب، خب دخترش شاه میکرد عشق ما میمون. من صدای شهبانو هم همینجا براتون پخش کردم که خود شهبانو هم احترام بزرگی برای پرنسس سرایا قائل بوده است. اینها قبل اون ماجرا است. این همه درس، همه درس باید بگیر. و بعد شهبانو من خودم اینجا پخش کردم تو همین گزارش اخیر از کنم خدمتون، آریامه هستشون اونجا میگه که من فلان روز اگه میرفتم سرایا رو میدیدم چقدر خوب میشد، دوستش داشت، عشقش بوده. حالا میخوام بگم عزیزان من، این ارزش و اعتباری که ایران تو داشته، تو همیشه باش باید مفتخر باشی. اما تازی اومدن این نابود کردن ما رو. پرویز ثابتی میگه ما نفهمیدیم حسین ارشاد با چه پولی کجا ساخته شد. قربونت برم، از بودجه حج من در کتاب فریب بزرگ، دکتر علی شریعتی، فریب بزرگ، افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن، این کتاب منی که بخونید، اینم روی اینترنت هست، میتونید رایگان مفخوری میکنید، ها دیگه کتابم نمیخرید، دوز جیب چی گیر ما بده کراوات بریم بخرید. واقعا اونجا اسنادی رو گذاشتم، عربستان سعودی شروع میکنه به حسینی ارشاد رو پولش ساختن و مهدیه کافی رو از راه حج بهشون پول میده. یعنی کافی که مهدیه رو ساخت، یکی از کار دیگه شون بود که آدم میبرد به حج، گروهش آدم میبرد به حج. وقتی 70% پول حج مال خود عربستان سعودی بوده، مثلا اگه سالی اون الان که 2 میلیارد دلار درآمدشه از ایران فقط، اون موقع آره اگه 2 میلیارد دلار کم کم تا زیادتر بود، اگه 10-20% میداد به یارو و به اون یارو، او خدایی میکرد دیگه. برای همون که یه دیدی، من اون موقع اینا رو شاهد بودم، رفتم دیدم، مهدیه رو میشناختم، حسین ارشاد رو میشناختم، دیدم اینا رو. برای همون که هر روزی
کافیه دکونه رو میخرید میداد سر این معدی گندش میکرد. آدم های بیشتر میرفتن اونجا خر میشدن، از این در میرفتن از اون متعصب اسلامی میادن بیرون علیه محمدرضا شما رفتن تظاهرات میکردن. این لاکتوتو بودن بابرنا. تو حسین ارشاد یارو مهندس بود، دکتر بود دیگه، کلاس بالا، استاد دانشگاه بود، اینا میومدن اونجا. یا همین خانم زهرا رهنورد، خانم زهرا رهنورد گیسواشو همینجور افشان میکرد و میومد اونجا. بعد یهو بعد این مدت انقلاب شد، چادر روچه دکولته میپوشید. همین خود زن علی شریعتی روان شاد از جهان رفت، پوران خانم، خود خانم دکتر شریعتی دکولته میپوشید تو خیابونای پاریس، عکساش دیدی دارن میرید درنید بی حجاب بود. یا همه شدن معصبی، بالای شهر پایین شهر، پروژه انگلستان با پول عربستان سعودی از کانال حج، از کانال حج. یارو حاجیه که میبرد حج به پولی درصد این داد، هیچ کس هم نمیفهمید، میگن حاجی ها دادن کمک کردن، همونجور که مراجع تقلید دادن اینجوری دادن و ما رو گول زدن. بعدم آدم زود خر میشه. شما ببینید این همه اطلاعات و معلومات توی سالها گفته شده، یهو این دفعه اگه ترامپ نبود، اگه تبلیغات ترامپ نبود، مسائلی که وجود ما در صدر جهانی، بازم انتخابات گول می‌خوردیم. اگه آبان ماه نمی‌زدن 1500 تا، میگن اینا 7000 نفر، نمی‌زدن 7000 نفر بکشن، باز انتخاباتشون پر می‌شد. امسال دم شما ملت ایران کرد، درود باشه. دیدین خدا اومد کمکتون کرد، حالا من به شما قول میدم، سیاوش عبسام چون که از قبلتون گفته قول میده که به زودی ایران آزاد میشه. علی خامنه‌ای که مرده، قبلا هم بهتون گفتم، بارها بهتون گفتم که این یه کلونیست ساختن. الان هم شما برین تحقیق کنین، در اخبار رأس اخبار جهان هست که آمریکا آقا آدم ساخته، آقا روسیه ساخته. ایر من 40 سال پیش میدونستم، 30 سال پیش میدونستم، ژاک شیراک رئیس جمهور شد میدونستم. ژاک شیراک اومد گفت کلون سازی یعنی انسان سازی، شبیه من شبیه اون ممنوع، وگرنه الان شبیه من یک لشکر میتونن بسازن. علی خامنه‌ای شبیهش ساختن دیگه، الان عکساش و مکساش و همه ای بر بر میذارن، میبینین کیو علی خامنه‌ای که سابق میدیدین نیست، یک هنر پیشه هست شبونه. از همه مهمتر و زیباتر چیه؟ خوب گوش کنید اینه که میخوام بهتون بگم، همین سخنرانی اخیر علی خامنه‌ای خیلی جالب بود. اولا که دکورش رو عوض کرده بود، حالا خوب مثل ما میامد شبینه میذاشت پشتش، کتاب که توی کتابخانه شیک نشسته، تو بگیم مبل نشسته. این با سال 2020 هم رو شروع کرده و صحبت میکنه. اینجا من دو تا نکته رو به شما اول یادآوری کنم. اولی که تو میگن شاسی اینجاست که میخواد فشار بده، او شاسی مال کنترل کامرا نیست، او شاسی مال اینه که چون تکسی که داره میخونه ارو داره میخونه، این رو جلوش مثل کسی که اخبار میگن، خیلی ها از شما نمیدونیم اینا که اخبار میگن، یا خیلی از وقتا که میبینید یارو توی روبروش همچنان که لنز دوربین هست یک اکران هم میاد میره که در اون اکران تکست نوشته شده و این فقط تکست میخونه. یعنی که بابا تازه کار، هنوز اول کارشه، اولین کاری که کار داره میکنه بعد 80 سال. اون شاسی رو اونجا گذاشتن که اگر رد کرد تک کلید بزنه استوب بشه، تکسه خوب که خود تیک دوباره بزنه او را بیفته. این مالی بود، نمیدونستی چیزای دیگه گفته بودن. حالا این راست که اون کامرامن و کارگردان های بسیار خوب و ورزیده که کامرا رو دارن مدیریت میکنن، اون با اوناست که کامرا رو یه جوری تنظیم کنن که چیزایی که دیده نباید بشه دیده نشه پایینی جلو. او کامرامنه بایی که خیلی هم حرفیه بوده و هست، چون دشمن علی خامنه‌ای، دشمن اسلامی ناست، ولی تو خونه چه داره کامرا میکنه. آره بچه، آره یک نفر بود یا دو نفر، ولی خب یه نفر بوده که این رو کلید نباید مینداخت، باید همون چی که حالا میبینید این بالا هست. ببینید این فیلم رو ببینید. من برنامه امروز رو فقط ترتیب دادم برای همین که این تشکر رو بکنم در حضور آقای دکتر مرندی، رئیس محترم فرهنگستان علوم پزشکی. میبینید اینجا همونجور که بالا از اینجا نشون میده، نباید پایین کلید تو دستش نشون میده، خب نشون میده. حالا این خامنه‌ای نیست، این همون بدل است، این همونی که روسا براش ساختن و تو دست اوناست، برای همینه که هر کی میره پیشش. اصلا یه بار که آمد خودش گفت یارو وزیر اومده به من میگه آقا وزیر برو خودت به رئیس جمهورت بگو، یعنی من خطم نمیخوره چمه میدونن من اینجا
ماریونت هستن، یعنی ماریونت واقعیه. بعد نکته جالب اینه که این آرگومان، یعنی سخن گفتن این یارو کلون خامنه‌ای، ربات خامنه‌ای با اون یارو خیلی فرق می‌کنه. مثلا یه بار سخنرانیش بهتون نشون دادم برای زلزله زده، یادتون باشه اونجا لحن صحبتش فرق می‌کرد. تو همینجا دیدید میگه نه دوباره گوش کنید، میگه این برنامه رو من برای این درست کرده بودم. آقا برنامه ما درست کنید که شما تا حالا توی 50 سال صحبت علی خامنه‌ای برید بگردید ببینید جایی میگه برنامه یا سخنرانی خودشو، منبر خودشو، حرفایی که داره میزنه رو، دیدارهای خودشو تا حالا شده میگه برنامه؟ برنامه ما که تو تلویزیون میگیم برنامه، علی خامنه‌ای که نمیگه برنامه. خب یارو خامنه‌ای نیست، این خامنه‌ای نیست، خرج. من برنامه امروز رو فقط ترتیب دادم برای همین که من برنامه امروز رو فقط ترتیب دادم برای همین که مدل شده خامنه‌ای نیست. حالا موارد دیگه که هست، ما رو به پیروزی هستیم، پیروزی نزدیک است، باید از فرصت ها استفاده کنیم. تا حالا که میدیدین نمیشد، استعمار نمیذاش، یعنی یادتون نره دنیا رو یک کسایی میگردن که شما اونا رو نمیبینید، همونی که میان خامنه‌ای رو بت هم میذارن اونجا، شمدون هم بذارن، هویج هم بذارن، حرف میزن. مثل آقا مسعود رجایی طفلی کشته شده، سالا پیش ما هم نوشتیم اصلا، آقا یکی میاد روش هم بذاره مسعود رجایی. مجاهدین اینم بذاریم بگم بهتون، اینم رد کنار خیمون بسات میذارم، امضا جمع میکنم. یک شخصیت بلندپایه فرانسوی به من میگفت که من رفت داشتم از ماشین آمدم پایین برم اصلا توی فلان وزارتخونه، یا دیدم جلو منو گرفتن، یا میدونم وزارت خونه وگیره بود یکی داری، گفتن آقا ببخشید برای امضا کنید برای مجاهدین. گفتن شما مجاهدین هستین؟ ایرانی هستم. یه قلم گرفتم که براشون امضا کنه. گفتن دیوید رو میشناسید؟ دیوید عباسی رو؟ بله بله بله. خب نه اون بدلش هم من میشناسم، من باش چلا بیرم، یه بدل داره دکتر حسن عباسی رو نمیگم، دیوید شانزیجی. گفت نه من اونجا میشنم یه تا این کار نگاه کرد، گفتم تو شما کی هستی؟ گفت ما که لااقل 40 سال اینجا 36 سال میشناسیم، از زیر و زبرش هم خبر داریم، مرد حسابی، همه چیزی شما اونجا خبر داریم، تو هم بس حساب بانکیش گرفته تا فلان رو خبر داریم. ما که عبا دیگه دیوید عباسی اگه نشستیم، ولی شما کی هستین؟ مجاهدی خواه همونه که میگه تروریستین، شما اونایی، شما که تروریستی با جمعه شما کار میکنی؟ جمع کنیم بسر کنیم، جمع کنیم. میگه اینا نه جمع نکردن. میگه رفتم بعد دو دقیقه پلیس را آمد و با افساد هم اینجوری بگاه کردم، گفتم که شماها رو تمام دنیا تروریست میدونه و ماها خیلی بهتر میدونیم که در ترورهای خود ایرانی تو خارج از کشور شما دست داشتید، به حساب جمهوری اسلامی گذاشتید، چون سیاه نمایی می‌خواستید بکنید زمان ژاک شیراک. شیراک رو سگ کردید شما، مگه نبود سگ کشیدید شیراک رو؟ من از مسئولان دوران ژاک شیراک هستم. چپ کنیم بساد میگم که همیشه میکرد من انداختم میشون رفتم بیرم. حالا بگذارم، خیلی جالب اطلاعات قشنگی به اینا خود اینا دادیم، ولی اینا نمیدونن که آقا اینا که نمیگن که شما ببینید آقای صالح رجوی دکتر، آقای دکتر صالح رجوی رزیپوس، از آقای فریدون رجوی داداش، آقا بنده شما رو نجات دادم که نکشنتون، تو مجلس برنامه گذاشتیم تو فلان، صالح رجوی هم اومد، فریدون هم اومد، آقای مهدی ابریشم چی که خبر داره؟ مهدی جان به اینا بگو دو بساط مساط میذارم زرت و پرت اضافه نکنم. مهدی آقای مهدی ابریشم چی فرمانده کل کنونی مردم تو فرانسوی یا دنیا که الان میدونه چی میشه. الان شما یه کوچیکترین چیزی میکنی کنترلی، همه چیز شما تحت کنترله. شما خودتون جاسوس گذاشتین در خیابان پاریس که من خونه داشتم، بغل خونه من چند سال جاسوس و آپارتمان گرفته بودن. من اون موقعی که جوری نمی استرام سم میکردن جاسوسی میکردن، پلیس فرانسه من دینا رو گرفته دفته چون بیرون تالا پاد چه منتش بخواد. حالا ما این میخوام بگم که نباید گولی سیاه بازی های جمهوری اسلامی رو و او روی سکه مجاهدین خلق بخوریم. آقا هر وقت ما اومدیم یه کاری بکنه ملت ایران میگم یا تحولی به وجود بیاره، این مجاهدین خلق زدن کار خراب کردن. و یادتونم نره تظاهرات آبان بارها پیش اومده، بارها. اصلا الان ماه اسفند هستیم، در 29 اسفند یک سال بعد انقلاب بود، بنی‌صدر داشت سخنرانی میکرد، ریختن مجلس که به هم بزنن، رئیس جمهور گفت آقا این دونا رو بگیرید، حزب الله یار فلان اینا آمد اینا رو گرفتن. گفت به چه خوب شد دیگه، حزب الله یار گرفتن، چون اینا دیگه کارشون. ولی فردا بنی‌صدر مجبور شد اینو دره.
هفت تیر تو مشهد. حالا قبل مشهد بود هفت تیر تا ما شدیم به 150 از اینا رفته برای رئیس دیوان عالی کشور بهشتی. اوه همینا مردن، همه ملت ایران خوشحال. هفت تیر ما تو مشهد تظاهرات رو انداختیم. حتی شهردار مشهد آقای حسینی مهر کجای دیادش بخیر اومد آیت الله قمی اعلامیه داد، مبل بربندی، مبل دقت، تمام شهر بس شاد بودن از کشته شدن اینا، شاد بودن که حزب جمهوریسون رفته هوا. تظاهرات رو انداختیم تا میدان شهدا، ما اومدیم میدان مجسمه، میدان شاه، ولی یه حزب الله با موتور ریختن رو مغازه نوشتن مرگ بر ضد فلایت فقیر، مرگ بر فلان، اینا تحصیل دکونا رو با کردن. مردم شجاع هم، ولی این هرمزاده ها بودن. همون سال 60 رئیس جمهور و نخست وزیرشون رفت رو هوا، رجایی و اینها رفت رو هوا، هرمزاده تونستن بمونن. بعد از اون هر 10 سال یه بار مردم ریختن تو خیابون. چرا پیروز نشدیم؟ چون دشمن همه جا هست، به نام اپوزیسیون هم هست. اگر یک اپوزیسیون واقعی می داشتیم، یکی از اتفاقات مهم قدرت رو می گرفت در دست خودش. ولی چون قدرت اپوزیسیون هم او روی سکه خود نظام جمهوری اسلامی است و سعید امامی یادتون زدن کشتنش، گفتن این قطرهای زنجیر رو کرده. سعید امامی را کشتن چون برنامه ریزی شده بود، چون شعار داشت میداد ایران برای همه ایرانی ها. ایران مال همه ایرانی هست. خیلی ها برگشتن ایران، مجید شریف، غفار حسینی و و و آقا تو ایران زدن اینا رو کشتن. خب اینا همه توطئه های استعمار و پولای تازیان و استعمار انگلیس هست که همیشه سیاه نمایی، همیشه قتل و کشتار، همیشه خون و خونریزی که تو نتونه رژیم بندازی، نتونه بری ایران رژیم بندازی. اینا رو بهش اندیشه کنید دوستان و یاران مهربان. موارد بسیار مهم و حساسه. تو افتخار جهانی هم که به دست میاری، یا کسی میاد مثل شیرین عبادی، آقا جایزه نوبل شیراک اینجا نقش مهمی داشت، اصلا به جمهوری اسلامی ربط نداشت. من در جریان بودم، خانم شیرین عبادی داشت میرفت تهران، تو فرودگاه بود، برادرم فرستادم بهش بگو آقا جایزه نوبل بردی نرو. میگن جمهوری اسلامی رو بیوازیم تو رو بیوازیم، ما با فوش میدم به شیرین عبادی. آقا وقتی توش فوش بهش میدیم بدبختم دیگه میفته او بر، دیگه اصلا میفته او بر، میرن زندان زیر فشار و سرکوب نظام هستن. اینها چه میکنن؟ اینها بعد ناامید میشن، اینا ناامید میشن، میگن آقا ما که اینقدر مبارزه کردیم، ما رو میگن مامور جمهوری اسلامی هستیم، پس میریم ما با این پول از عربستان میگیریم، میریم پول از قطر کویت میگیریم. و به من شاهد دارم درو میبینم، میگم باش گفتم به فلان تلویزیون مصاحبه کنه باش، میبینم آقا از مصاحبه بالاتر رفته، تو داره چیزایی بهش حج داره بهش میرسه، بهش کم فلانی میگه برو بابا تو هم سیاه بشه عوستا، قهرمان سازی کنید، به زودی ایران آزاد میشه و ایران که آزاد بشه همه تون میدونم دست در دست هم جز به شادی نخواهیم گوشید. اینجوری بکنیم، این زرتشتی هندی هایی میبینه میکنن چینی اینا، این از قبل بهداشت رو ایرانی رعایت میکرده و به جایی که دست بدید حالا ندید. اینجوری بکنیم، سپاس بابوسه و مهر. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا را به زبانهای مختلف با یک کلیک ببینید و بخوانید و بشنوید. ده ها کتاب روشنگر و تاریخی، صدها مقاله و نوشته و گزارش در نشریات نیمروز، فردوسی امروز، عصر امروز و صبح ایران، صدها مقاله با شخصیتهای ایرانی و جهان، هزاران عکس در جایگاه ها و با شخصیت های جهانی، هزاران برنامه رادیویی، تلویزیونی به زبان های پارسی، فرانسوی و تازی، ده ها شماره از نشریات ارشاد، هما، شهر فرنگ، کیهان جهانی، رپورتاژ های تلویزیون های جهانی از تلاش های سیاوش اوستا، برنامه های اهدای نشان های افتخار از آکادمی های فرانسوی به سیاوش اوستا، صدها فستیوال های هنری جهانی میهنی در مجللترین سالن های جهان، نمونه هایی از سخنرانی ها و بزرگداشت ها و انجام آیین عروسی به سبک آریایی.